من کودک تن تو مادر منی، تو مادر منی. زیبا ترین من. درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم و سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که بار دیگه در خدمتتون باشم. مطالبی رو که براتون تهیه کردم با همراه با مهمان یا مهمانان در حضورتون ارائه بکنم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمانم سپاسگزارم که منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. قبل از اینکه به سالن برم و مهمان عزیزمون رو معرفی بکنم، چند تا نکته داشتم که خدمتون به عنوان پیشگفتار خدمتون بگم. اول که مطلع شدم که امروز گفته شد که پناهنده هایی که به انگلیس میان که در حدود 1/4 25%شون ایرانی هستن، از این به بعد از اول ژانویه، حتی اونایی که از اول ژانویه حدود 4 ماه پیش آمدن، این پرونده هاشونو و خودشونو به کشور آفریقایی رواندا میفرستن. و آفریقا، رواندا یک کشور مرکز آفریقا هست و جای بسیار سبزیه، ولی تاریخچه خوبی نداره به خاطر قتل هایی که اونجا انجام شده. حالا وارد اون نمیشم، فقط خواستم که این موضوع رو خدمت بینندگان و هموطنانمون بگم که اگر که با این تفاصیل ممکنه که مشکلاتی رو داشته باشن وقتی که به از طریق دریای مانش به انگلیس میرن. موضوع دیگه این که جزء آماری که آمده بود امروز بیرون، یک رقم 2800 میلیارد تومان فقط صرف خدمات رفاهی حوزه علمیه میشه. فقط یک آیتم هست، یک مورد هست، اونم 2800 میلیارد تومان موضوع رفاهیشون رو هزینه میکنه. حالا چیزهای دیگه که دارن، هزینه های دیگه دارن، جای خودش هست. اینو به این صورت گفتم که در جریان باشین که مسئله تحریم ها اصلا مسئله نیست. اگر ما وارد جزء به جزء هزینه و بودجه کشور بشیم، میدونیم که ما اصلا نیازی به هیچ کدوم از این پول هایی که بلوک شده نداریم تا زمانی که جمهوری اسلامی عوض بشه. این رقمی گفتم 2800 میلیارد تومان که فقط خدمات رفاهی هست، این رقم 3 برابر بودجه اورژانس کشوره. یعنی اگر این پولو بگیریم 3 برابر اینو که 3 برابرش هست میتونیم برای قسمت اورژانس استفاده بکنیم، که این 10,000 حدود 10,000 شغل ایجاد میکنه. ما در این قسمت اینقدر کمبود پرسونل داریم. از این موضوع که بگذاریم، امروز گزارش بود از ایران که ماشین سمند 40 میلیون تومان از دیشب تا حالا قیمتش رفته بالا. 40 میلیون تومان فقط یک شب. این ماشین های به اصطلاح که واقعا نمیشه بهش ماشین گفت، یه چیزایی که از نظر تکنیکی و از نظر ایمنی شاید 40 سال عقب. و دیگه در همین رابطه میخواستم اشاره بکنم که قیمت ها تا حدود 200% بالا رفته و مصرف برنج، گوشت، مرغ و حتی میوه هم بسیار بسیار پایین اومده. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که ما وضعیت عرشبت که سلامتیمون در خطره، رشدمون در خطره، فرزندانمون در خطر هست. با این جمله پایان میدم و میرم به سالن در خدمت مهمان عزیزمون. و اونه که پرسش من این است که ما چند بار میخوام در
عمرمون زندگی بکنیم. یک بار، این یک بار رو بهتر در شرایطی که الان هستیم ازش استفاده بکنیم. جمهوری اسلامی طبق آمارهایی که همه آمارهایی که داده حدود 80-90% مخالف جمهوری اسلامی هستن، از جمله نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی. با این صحبت درود میگم به جناب جهانشاه رشیدیان از آلمان که در خدمتون هستیم بار دیگه، و خوش آمد بهتون میگم. جناب رشیدیان، من در خدمتونم. درود بر شما جناب آقای افشینجان، دوست گرامی و قدیمی من، همچنین سپاس از مسئول فنی این برنامه، و درود میفرستم به بینندگان عزیز تلویزیون شما، در خدمت هستم. بله، خیلی ممنون جناب رشیدیان. امروز مطالبی که مطرح میکنیم یک مقدار مربوط به مسائل خارجی خارج ایران میشه، که البته هیچ کدومش بدون تماس و یا مماس بودن با جمهوری با کشورمون نداره. شما میدونم که در آلمان و در اروپا تمام خبرها رو پیگیری میکنید. به نظر شما الان وضعیت روسیه و تجاوز روسیه به اوکراین به کجاست، و از نظر شما ما به کجا داریم میریم؟ این به کجا خواهد رسید؟ چون این خود این یک موضوع بسیار اساسی است که ما باید یک فکری بکنیم برای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. من در خدمتتونم. بسیار خوب. از شبت ما در 70 چند سال پیش، یعنی آخرین جنگی در که بین 1939-45 در اروپا صورت گرفت، چنین جنگ مهیب و دامنه‌داری نداشتیم، و احتمالاً وجود داره که این جنگ فعلا ادامه پیدا کنه، چون میدونیم که پوتین میخواد که بدون قید شرط ژلنسکی تسلیم بشه و یا اونجا یک حکومت دستشونده مانند بلاروس مثلا مستقر کنه، و اونا هم مقاومت میکنن و خوشبختانه جامعه جهانی هم امروز ازش حمایت میکند، به نام حقوق بشر، به نام دموکراسی و به نام ارزش‌های چارچوبی که در ما در قانون اساسی کشورهای مترقی و منشور حقوق بشر داریم. و تهاجم نظامی پوتین به اوکراین شباهت زیادی به تهاجم نظامی هیتلر و استالین در 1939 به لهستان داشتند، که اونا هم بدون دلیل، بدون مقدمه، با یک بهانه‌ای که ما بخواییم اونجا مثلا از آلمانی زبانها حمایت کنیم و غیره، همین بهانه رو هم پوتین در مورد بسیار روسی زبانها اتخاذ کرد و های کمدی سرتاسری و فعلا یکی از بزرگترین جنگ هایی است که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا تونسته صورت بگیره. 50 روز از اش گذشته و این جنگ در واقع اوکراین و جنگ که استالین و هیتلر برای تقسیم لهستان با یه تعهدنامه‌ای که قبلا پیمانی که با هم بسته بودند، یکی از وحشتناکترین جنگ هایی است که در اروپا بعد از 72 سال دوباره 77 سال دوباره صورت گرفته است. شوروی در سال 1991 اون سیستم گذشتش پاشیده شد و از دل اون روسیه فعلی و کشورهای دیگری که امروز مستقل هستند وجود اومدن. پیمان ورشو هم بعد از پایان عمر شوروی تمام شد. اما بعضی از این کشورهایی که از شوروی جدا شدن تمایل داشتن به غرب و از جمله ناتو، که این شرط، این شرایط برای پوتین جالب نبود، چرا که پوتین تصور میکرد که میتونه مجدداً اون امپراتوری گذشته تزارها و یا دوران استالین را مستقر کنه، و در واقع یک تضاد و رقابت شدیدی بین همین سیستمی که خودش هم یک سیستم سرمایه‌داری و حتی خیلی فاسد و مافیایی هست، با سیستم سرمایه‌داری غرب بر اثر تقسیم مجدد جهان به وجود آمد.
که این باعث شد که ناتو و پیمان های دیگری در آسیای شرقی هم وجود بیارن که ما میدونیم یک پیمانی هست در استرالیا علیه چین که اون هم میخواد تا 2049 ابرقدرت اقتصادی و نظامی دنیا بشود. یعنی ما در یک شرایطی هستیم که دنیا به روی قطبندی های جدید و درگیری های جدیدی بین ابرقدرت های جدید میشود. جغرافیای روسیه خوب امروز محدود است به اون روسیه‌ای که از 14-15 ایالت قبلیش یا جمهوری‌های قبلیش جدا شده است و زلنسکی در شروع حمله خواستار بی‌تفاوتی کشورش مانند اتریش در اروپا که به هیچ پیمانی تعلق نداره، یعنی اون چیزی بود که بهانه حمله بود ولی دیدیم که پوتین نپذیرفت و در واقع با الحاق دونباس که یک منطقه شرقی و به ظاهر روسی زبان هستن، نه همه ولی تعداد یا اکثرشون، به خاک خود میخواست فدراسیون روسیه رو بدین طریق مجددا توسعه بده و این شکلی به وجود بیاره که یا حداقل یک حکومتی مثل لوکاشنکو در بلاروس حکومت دست شده اونجا مستقر کنه که باز تحت نفوذ و سیطره حالا خواستم بگم استالین ولی خب پوتین باشه که همون سیاست استالین رو در واقع دنبال میکنه. بر همین اساس بود که این جنگ رو با تمام توحش و تمام بیرحمی شروع کرد و وقتی در حوزه نظامی نتوانست موفقیت های زیادی به دست بیاورد، این امکان رو حالا کارشناسان نظامی غرب محتمل می دارند که دست به سلاح شیمیایی و یا گاز فسفر و یا این قبیل چیزا بزنه، به خصوص که الکساندر دفورنیکوف قصاب معروف سوریه که در 2015 در سوریه در حملات شیمیایی اسد نقش مهمی داشت و تجربی از اونجا در کشتار مردم داشت، امروز گفته می شود در رأس حکومت، در رأس سپاهیان پوتین قرار دارد. اینا هم اضافه کنم که سپاهیان پوتین در این فاصله کوتاه 50 روزه 7 ژنرال یا فرمانده عالی رتبه خود را از دست دادن، یعنی نشون دهنده این است که معمولا فرماندهان در ستادشون در پشت جبهه قرار دارن. زمانی که فرماندهان کشته میشدن از پشت جبهه که اون سپاه عقب نشینی بکنه، در هم ریخته بشه و مهاجمین بتونن به ستاد دسترسی پیدا کنن. این نشون دهنده این است که پوتین ممکن است دست به جنوساید بزنه. جنوساید اصطلاحی است که اتفاقا امروز در دهان بسیاری از مردم هست. فکر کنم بایدن این رو مطرح کرد، ارسال خانم بربوکت وزیر امور خارجه آلمان این رو مطرح کرد و بسیاری یه شرایطی هست که کشتاری مثل کشتار یهودیان، مثل رواندا که صحبتش بود، مثل کامبوج، مثل کشتاری که در زمان حکومت قبلی ترکیه علیه ارامنه وجود اومد، اینا رو به در واقع میگن یه حجمی از جنایت که برسه طبق قواعد حقوقی در نظر سازمان ملل یا دادگاه بین المللی اسلامش میگن The International Criminal Court اون تشخیص میده که این به مرحله رسیده که میشه جنوساید بگیره و اونجاست که دیگه باید یه برنامه جدیدی بریزن. در ضمن شواهدی هم هست که از بمب‌های خوشه‌ای هم استفاده کرده، از گاز فسفر استفاده کرده، خصوصا در شهرهایی که مردم مقاومت میکردن و اینها را با موشک‌ها و با هواپیماهایی که داره بر سر اماکن مسکونی گذاشته تا بدین طریق شاید بتونه لنسینگ رو مجبور به تسلیم بکنه. ولی خب ما میدونیم که مردم هنوز مقاومت میکنن، به خصوص اینکه این مقاومت روز به روز شدیدتر میشه، تلفات روسا بیشتر میتن. اخیرا یکی از بزرگترین رزمگاه کشتی های بزرگ کروزر
وار کریوزر بهش میگید شما به انگلیسی، کشتی های بزرگ جنگی که توپ داره و میتونه از فاصله زیادی مثلا بنادر فرزند مهم بمباران کنه، این رو با موشک هایی که احتمالا ساخت انگلیس هست و تازگی هم به اونجا دادند زدند. و حالا روسا میگن که یک انفجار مواد خود داخلی بوده، یعنی سلاحهای و مواد منفجری که اونجا بودن منفجر شدن، ولی شواهدی هست که این در واقع کشتی بوده که اونجا لنگر گرفته بوده و آماده حمله به اودسا بود. اودسا یه بندر مهمی است که الان هفته ها پیش قرار بوده که اینا از طرف دریا و خشکی اینو تصرف کنن، ولی ظاهرا مقاومت و همین توپ‌های بردی که اخیراً اوکراینی‌ها در اختیار دارن و احتمالاً از امریکا اونجا رفته یا انگلیس فرستاده، باعث شده که مقاومت کنن و اخیراً هم این رزم رو بتونن بهش شلیک بکنن و این یکی از بزرگترین کشتی‌های جنگی روسیه است. در واقع نشون اینجا میده که روسیه چیزی که تصور می‌کردن خرس خشن خطرناک نیست، یک خرس پنبه‌ای است و مقاومت مردم در اوکراین و حکومت اون که واقعا پای مردمی هست و امروز از جامعه جهانی مورد ستایش هم قرار می‌گیره، تونستن تا حالا مقاومت کنن. دولت های مختلف، فرانسه، آلمان، امریکا و انگلیس خصوصا هم کمک های خودشون رو سعی کنن بیشتر کنن. تا اینجا کمک های طوری هست که حالت دفاعی داشته باشه. مثلا اخیرا من در اخبار دیروز آلمان دیدم که دوباره قرار شده 300 میلیون معادل 300 میلیون یورو اسلحه بدن، که این سلاح ها مثلا بازوکا هست، از شبت مسلسل هست، سلاح هایی هستن که پهباد هست، پهباد شناسایی هست که بتونن جایگاه های اونا رو پیدا کنن، خونپاره هست، تعداد از این، ولی هنوز صحبت از هلیکوپتر و از شبت توپ و تانک اینا از طرف آلمان نیست. ولی خب بخشی این از اپوزیسیون حتی در قدرت، اونایی که در قدرت هستن امروز هم این رو مطرح میکنن که این احتمال وجود داره و احتمالش هست که در آینده نیروهای بیشتری آلمان اونجا برسه و حتی سلاحهای سنگینی تری مثل توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپتر و چیزهای دیگه، که البته این رو باید هماهنگ کنه با ناتو و کشورهای دیگه ناتو. من تا اینجا عرضی ندارم. بله. حالا صحبت رو بعد ادامه میدم. بله خیلی ممنون. همطور که اشاره کردین ناو سرفرماندهی ناوگان روسیه به نام موسکوا که موسکوا امیرال ناوه... بله امیرال بله به نام هست، امروز همطور که شما گفتین با دو موشک تقریبا دیسیبل شده، یعنی فلج شده و تگش کردن ببرنش به ساحل. البته روسیه گفته که خیر، این آتش سوزی از داخل بود. در هر صورت این داستانی که موشک زدن بیشتر میخوره. در همین رابطه که شما اشاره کردین کمک‌های مالی، گزارشی که هست تا کنون 3 میلیارد دلار آمریکا کمک کرده به اوکراین و اکنون که من با شما صحبت میکنم صحبت هست این است که تعداد بسیار زیادی اسلحه و مهمات و تکنولوژی جدیدی که روسیه باهاش آشنا نیست از کشورهای اروپایی، از انگلیس و فرانسه و آلمان سرازیر داره میشه و جزو خبرهای این بود که ترکیه پهپادهای جدیدی که مدتی الان آزمایش کردن و این پهپادهای بسیار کوچیکه، قطعه یه همچین ممکنه که 25 سانت باشه یا همچی چیزی که فقط نفرها رو میزنه، یعنی شما اگه یه ماشین باشه این میاد یک بار مصرف هم بیشتر نداره، اینو لودش میکنن، حدود 2-3 کیلو مهمات داره و هم نفرات رو میزنه هم میتونه ماشین رو و نفربرها رو بزنه. منظورم از این صحبت ها اینه که جنگ به نظر میرسه ادامه خواهد داد، خواهد داشت و تلفاتی که تا الان
به دو طرف زده شده. البته همونطور که شما اشاره کردین، اون جنرال سوریه که به اصطلاح قصاب سوریه مشهور هست، الان اونو جایگزینش کردن و معلوم نیست که ایشون چه کار خواهد کرد. ولی در هر صورت من فکر میکنم که جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که نباید گذاشت پوتین برنده این جنگ بشه. ولی نکته ای که مهم هست جناب رشیدیان این که آخر این موضوع چی خواهد بود؟ آیا آقای پوتین منطقه لوهانسک و دونسکو و منطقه دانباسو همینطوری نگه خواهد داشت و چند منطقه دیگر هم بهش اضافه خواهد کرد و اینطور که از قبل مشخص بود دسترسی اوکراین رو به دریای سیاه میخواد ببنده؟ آیا این کار انجام خواهد شد یا نه؟ باز هم جزء صحبت ما هست، به خاطر اینکه حتی اگر امروز جنگ قطع بشه و اون جلوی دریا را دریای سیاه هم بگیرن، جنگ های پارتیزانی خواهد بود و این پایانی نخواهد داشت برای روسیه. و چند نکته رو بعضی از مفسران مطرح میکنن و اون این که یا باید پوتین استعفا بده یا مجبورش بکنن به استعفا دادن اگر که تلفات زیاد بشه، و یا اینکه به گفته شما ممکنه کارهای دیوانه کاری بکنه، یعنی از این بمبای خوشه‌ای بزنه و یا خدای نکرده شیمیایی مصرف بکنه. و بعد کلن موضوع جنگ از این شرایطی که امروز هست عقب خواهد رفت، یعنی تغییر خواهد کرد. بنابراین البته امروز هم اشاره بکنم که 4 از همسایه های اوکراین، از لیتوانی و لهستان و لتونی و استونی، رئیس جمهوراشون به عنوان همکاری و همگامی آمدن و اونجا خیلی خیلی مطالب مهمی رو مطرح کردن که ما پشتتون هستیم. و همین صحبت های چند لحظه پیش که خدمتون عرض کردم به مردم این کشور مطرح کردن و گفتن. بنابراین حمایت جهانی اینطور که مشخص میشه خیلی خیلی به نفع اوکراین هست. حالا جناب جهانشا، نقش جمهوری اسلامی، الان صحبت های مختلفی ایراد میشه، گفته میشه که اسلحه دادن، موشک فرستادن یا هر چی دیگه، و حتی صحبت از این میکنن که تعدادی از زینبیون و فاطمیون رو فرستادن یا دارن میفرستن، افرادی رو از سوریه دارن میفرستن با کمک بشار الاسد. نظر شما را راجع به این نقشی که جمهوری اسلامی داره، و آیا این باطلاقی نیست که جمهوری اسلامی داره درش داره غرق میشه، و نقش ما چی هست، نقش مردم چی هست؟ بفرمایید. از شبت جمهوری اسلامی چاره دیگه نداره، راه دیگه نداره، یعنی تنها حامی که داره چین و روسیه هستن و کشورهای دیگه که بتونن یه مقداری در واقع تیغش بزنن، حالا هندوستان باشه، ترکیه باشه، امارات مثلا باشه. ولی خب اون مدافع اصلیش همون روسیه هست که بیشترین پیمانهای اقتصادی نظامی و مناسبات دیپلماتیک خیلی گسترده ای باش داره. پس بنابراین این امکان وجود داره. حالا البته شایعه است، میگن اینا رو در واقع حشم الشعبی داره قاچاق میکنه از راه ترکیه و اون طرف ها که بفرسته به روسیه. حالا این تا چه حدی امکان داره؟ خب به قول شما این الان مدت هاست بحثه که قبل از اینکه مسئله ایران مطرح باشه مسئله سوریه مطرح بوده، مسئله چچن ها مطرح بوده، یعنی مسلمان های سوریه و چچن رو اونجا برده که چچن ها خب مشخص هستن، عکساشون هستن، ولی از سربازان حکومت اسلامی و سوریهی ما هنوز شواهد خیلی منسجمی در دست نداریم که در مطبوعات نشون بدن، چون خوشبختانه مطبوعات غرب در اونجا خیلی خیلی فعال هستن و اخبار رو خیلی سریع رسانه‌ای میکنن، با فیلم و افراد مستند هستن و این
طوری نیست که با اینو فعلا بتونیم سرپوش بذاریم. ولی خوب همینطوری که گفتید، یک نکته ای رو که من فقط میخوام اینجا شاید اصرار کنم که همینطوری که شما هم گفتید، این رزمنا رو با دوتا موشک احتمالا نپتون هم اسمشون هست که ساخت انگلیسی باید باشن، با این موشک ها زدن و 500 نفر سرنشینشون رو هم اونا با عجله در میان آتش و دود و خیره تخلیه کردن. ولی خب اینکه آتش سوزی از درون کشتی باشه با این همه مضرات و که مجبور به تخلیه همه افراد باشن، بعید به نظر میرسه از نظر کارشناسان نظامی. نکته مهم اینه که این کشتی و اصولا تسلیحات روسیه کهنه هستند و برای نمونه برای دفاع از چنین رزمنایی بزرگ که بزرگترین رزمنای روسیه در دریای سیاه هست، اینها امکانات دفاعی کافی نداشتند. وگرنه چطور ممکنه که مثلا یک رزمنای رزمناها معمولا بسوار کروز رو بهشو میگن، یعنی بزرگترین کشتی های جنگی هستند که سلاح‌های سنگین هم میکنن و از راه دور میتونن دشمن رو بزنن و اگر کسی هم بهش شلیک کنه، چه از طریق دریا چه از طریق خشکی، باید توانایی دفاع از خود داشته باشن. این نمونه است. نمونه صدها تانک روسی منهدم شد از طریق همین مهبات‌هایی که شما نام بردید از کشور ترکیه و خودروهاشون. اینا عکساشون هست در تلویزیون فرانسه آلمان، من نگاه میکنم، یعنی یک واقعا جسد اینا به اندازه زیاد هست. بعد بین اینها هم البته آدم وجود داره، سرباز وجود داره که دیگه استخوناشو یا پوستشو یا لباسشو اینا اون تو باقی مونده. رؤسای همینطوری هم که اشاره کردید، لهستان و استونیا و لاتویا و لیتوانیا در سفری که رفتن با زلنسکی در واقع به یک عهد پیمان جدیدی بستن. کاشکی در این میان رؤسای جمهور یا صدر اعظم های آلمان و فرانسه و غیره هم همراه اونها بودند، چون قدرت اصلی اینا هستند. اون کشورها خودشون دفاع میکنن و این فرانسه و آلمان هست، یعنی بیشتر آلمان هست که اون کشورهای بالتیک رو کمک میکنه. فرانسه بیشتر به بلغارستان و رومانی خصوص اون مرزهای جنوبی روسیه یا اوکراین رو تخریب میکنه. به گمان من دموکراسی ها باید اینجا این جنبش رو تقویت کنن. بفرمایید. از اوکراین و روسیه میایم به طرف قسمت خودمون، ایران و عراق و کشورهای منطقه خلیج فارس و اسرائیل. همینطور که اطلاع دارین، در حدود یک ماه پیش سپاه پاسداران تعدادی موشک انداخت به اربیل عراق و آمریکا ساکت بود و فکر کردن که جمهوری اسلامی ادعا کرد که ما یک خانه جاسوسی اسرائیل رو زدیم، که البته گفته میشه که این واقعیت نداره. اونا میخواستن که در حقیقت یک پوزی به قول معروف بدن که ما همچی کاری کردیم. و الان ترکیه یک پیمانی داره میبنده با عراق و عربستان، امارات و کشورهای کوچک خلیج فارس و نزدیکی ترکیه به اسرائیل. اینو علتشو به این صورت من مطرح میکنم که انزوای جمهوری اسلامی از گذشته هم باز هم داره بیشتر میشه. و نکته‌ای که الان هست این که آمریکا نیاز شدیدی به نفت داره، به گاز داره، اروپا همینطور، البته خود آمریکا نداره برای اینکه خودش مازاد داره و این مازاد رو میتونه به کشورهای مختلف بفروشه، ولی کشورهای اروپا بسیار نیاز دارن. اینجا بود که وقتی که نگاه میکنی اون به اصطلاح باطلاقی که من خدمتون عرض کردم میتونست یک موهبتی باشه برای مردم ایران، جمهوری اسلامی، که بتونه در این موقعیت استفاده بکنه و
و بیاد بگه که من نفت من آزاد بکنید، گاز من آزاد بکنید، من به شما جنس خواهم داد، انرژی خواهم داد و در ضمن پولای من خلاص بکنه. حالا این پولا رو خلاص بکنن به درد مردم بخوره یا نخوره کاری ندارم. میخوام به این نکته برسم جناب جهانشاه رشیدیان که جمهوری اسلامی واقعا دشمن مردم ایرانه. یعنی وقتی که شما همه اینا رو بغل هم میذاری مردم گرسنه هستن. من چند لحظه پیش یه مدار آمار دادم که تا قیمت ها تا 200% رفته بالا و باز هم بالا خواهد رفت، ولی اینها حاضرن که با یک اسب بازنده شرط ببندن و نیان با کشورهای دنیا بتونن همکاری بکنن. حالا نکته اینجاست که کشورهای خلیج فارس هیچ امنیتی رو ندارن. آمریکا هم زیاد بهشون محل نذاشته، ولی علتی هم که نذاشته اینی که اسرائیل رو در حقیقت پلیس منطقه کرده که اونا بتونن انجام بدن. سوال من از شما آقای رشیدیان این هست که آیا شما در آینده نزدیک میبینین که یک حمله نظامی با کمک کشورهای منطقه از نظر لوجستیکی به جمهوری اسلامی بشه، در حالی که میدونیم برجام در لنگ لنگان جلو نرفته، همونجا وایساده؟ و میخوام نظر شما رو در این گفتمان اولیه که دادم و بعدم پرسیچه که کردم نظر شما رو داشته باشم. من شخصا یک درگیری وسیع نظامی، اون چیزی که امروز در اوکراین بین دولت اوکراین و پوتین میگذره، در منطقه بعید میدانم. به دلایل مختلف، برای اینکه اگر در منطقه حساس خاورمیانه درگیری هایی به اون صورت به این طریق که الان در مثلا اوکراین هست اتفاق بیفته، سیل پناهنده وارد اروپا میشه. نفت و گاز که 60% از تنگی هرمز عبور میکنه که میاد در اروپا و چین و کشورهای دیگه تقسیم میشه، اونجا بسته میشه، با آتش کشیده میشه. و اسرائیل هم نفت زیادی نمیبره. حالا اسرائیل همیشه میگه ما فلان روز میریم یا یک ماه دیگه، و اصلا تهدیدای میکنه متقابلا، تهدیدای متقابلی به حکومت اسلامی میکنه، ولی تا حالا عملا کاری نکرده. در نهایت همین پهپادهاش مثلا میرن یک سردار رو نشانگیری میکنن در سوریه و لبنان و اونجا به هلاکت میرسونن. ولی کار مهمی که برن مثلا پایگاه های سپاه رو در ایران بذارن، یا همین مراکز اتمی یا مراکز موشکی و غیره رو بتونن اونجا منهدم کنن، تا حالا کاری صورت نگرفته و فکر نکنم، من این رو نمیبینم. حکومت اسلامی ببینید، اگر مورد تهاجم قرار بگیره از هر کشوری، مدافعی از طرف مردم و در خود منطقه نداره. مدافعی که داشته عراق بوده، لبنان بوده، سوریه بوده که به اینا کمک کرده، ولی مردم اونجا امروز از حکومت اسلامی بیزارن. حکومت اسلامی باعث بی‌ثبات شدن کل منطقه از جمله عراق شده است. رژیم نیروهای مداخله گر داره در تمام منطقه، از جمله در عراق. حملات موشکی که شما اشاره کردید، سرکوب جنبش مردمی پیوسته، دخالت در انتخابات عراق پیوسته، دخالت در تمام امور حوزه مذهب بین سنی ها و شیعه، ممانعت از تشکیل یک دولت منتخب و مستقل در عراق. توجه کنید، در حوزه های دخالت میکنه که روسیه تاکنون در اوکراین هم نکرده. حتی مقامات صدر شیعه مانند سیستانی، مقتدی صدر، اون عادل عبدالمهدی فلان، اینا هم قبول نمیکنن این رو، اعتراض میکنن. یعنی بدون داشتن حشب الشعبی که نیروی 100,000 نفره هست که هزینه هنگفتی داره روی دست مردم ایران، اینا نمیتونن
کار زیادی از پیش ببرن. دولت نوری‌علی که وابسته به ملاها بود، یه شرایطی براش پیش اومد که اون هم به دلیل همین وابستگی منفور شده بود. یعنی وقتی که داعش به موصول حمله کرد، نخست وزیر نوری‌علی اجازه نداد که از موصول دفاع بشه. چرا اجازه نداد؟ با هنوز یک سوال مبهم است. حشدالشعبی با 100,000 سرباز هم اونجا بود. چرا مقاومت نکردن؟ آیا توانی بود پشت پرده بین مثلا داعش و داعش شیعه؟ 100,000 حشدالشعبی در عراق هستند و اینها میتونستن در برابر داعش بیستن، ولی به دستور قدس، نیروی قدس، نه تنها دفاع نکردن بلکه به نخست وزیر هم تحت فشار قرار دادن که از موصول دفاع نکنه و حشدالشعبی راهش کشید و رفت، داعش هم وارد شد و امروز هم این داعش شیعه است به گمان من، که جای اون داعش سنی را در عراق و در کل منطقه و در ایران و در حوزه خلیج فارس پر می کند. حالا وارد این مطلب هم خواهیم شد اگر فرصتی باشه. من در مورد پاسخ شما، من پاسخ دیگه ای رو دارم. اول که حمله که احیانا به تسهیلات و مراکز اتمی جمهوری اسلامی بشه، با مقایسه من با اوکراین مقایسه نمی کنم. من فکر می کنم که زمانی که شما برجام و نیان کارشو انجام بدین، در حالی که دخالت های شما در منطقه هنوز هست، در حالی که نیابتی های شما در عراق هست، در لبنان هست، در سوریه هست، در یمن هست و افراد دیگه ای که در جاهای دیگه دارن کارهایی رو انجام میدن. چند روز پیش گفته شد که دو نفر رو گرفتن در آمریکا که این دو نفر خودشونو به عنوان پلیس معرفی کرده بودن، تمام مدارکشون هم نشون میداد که هم تفنگ داشتن هم کارت آیدی داشتن و اینا. گفته میشه که میخواستن خانوم بایدن رو احیانا یا اینکه یکی از این سران آمریکا رو هدف قرار بده. منظورم اینی که این چیزها رو هم اینا میبینن. ما اون چیزی که میبینیم شاید 5% از 95% دیگر ما نمیبینیم، اون 5% میبینیم. منظورم اینی که اگر این کارها رو جمهوری اسلامی که باید بکنه نمیکنه، در این حال مشغول غنی‌سازی کلان هست تا برسونه خودشو به درجه 90 یا هر چی و بعد بتونه، البته بخواد به کلاهک اتمی بخواد برسه خیلی زمان میبره، برای همه اینا کمی خونسرد هستن، ولی امکانش هست. بنابراین و اگرم حمله بشه، جناب رشیدیان، من اینو بارها گفتم و تکرار میکنم، فرصتی به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد که بخواد ضد حمله بکنه. یعنی هر جایی که الان هر نقطه‌ای که بخوان بزنن تمامشو سانتیمتر به سانتیمتر اندازه گرفتن، تمام جاهایی که بعد بزنن خواهند زد بدون اینکه بخوان صدمه‌ای به مردم ایران بزنن، چون میدونن مردم ایران طرفدار غرب هستن، از روسیه منزجرن، از جمهوری اسلامی منزجرن. بنابراین کاری که میکنن با کمک کشورهای منطقه به خاطر سوختگیری یا نشستن و پرواز کردن و یا اینکه موضوع نجات، اگر احیانا هواپیمای بیفته بتونن نجات بدن یا کارهای دیگه بکنن. البته اینایی که من دارم میگم بدون آگاهی آمریکا نخواهد بود و حتی کمک‌های آمریکا رو خواهند گرفت بدون اینکه آمریکا بخواد مستقیما دخالت داشته باشه. بنابراین راجع به مدافعان جمهوری اسلامی گفتین، حزب الله هست، حشدالشعبی هست و گروه های نیابتی دیگه
کتائب حزب الله هست و غیره، که اینها رو قبلا وضعشون رو مشخص خواهند کرد. و الان ما میبینیم که البته روز اسرائیل هم مدتی 10 روزی 20 روزی به خاطر انتخابات و اینکه کنست یه مقدار مشکل داشته با خودشون برای انتخاب ساکت بوده، ولی مسلما با این توضیحی که خدمتون دادم، غرب یا کشورهای دنیا نمیتونن بیهوده بشینن و این مطالب رو نگاه بکنن. حالا اگر که راجع به این صحبتی که من عرض کردم نظری دارین بفرمایید، وگرنه میریم به موضوع عرشبت حضورتون که افغانستان و پناهندگانی که به ایران آمدن و بتونیم یک کمی راجع به اونم یک کمی صحبتی بکنیم. بسیار خوب، موضوع بعدی رو بفرمایید چون وقت هم کمه. بله بله، عرشبت که جناب رشیدیان اینطور گفته میشه بین افرادی که در جمهوری اسلامی هستن، بین 5 میلیون، بعضیا معتقدن تا 8 میلیون ما پناهنده افغانی در ایران داریم. و اخیراً عکس‌هایی رو، فیلم‌هایی رو نشون دادن که در این فیلم‌ها و عکس‌ها که به تحقیقی که BBC کرده، BBC فارسی کرده، نشون میده که این عکس ها و این فیلم ها یا اینکه مال 7-8 سال پیش هستن و یا اینکه مال کشورهای دیگه، جاهای دیگه هستن. و این ایجاد این مطالبی که ایجاد شده در حقیقت مربوط به الان نیست و در حقیقت مشکلی اینجوری که پیش آوردن نیست. حالا سوال اینجا هست که کی میخواد که این کارها به این صورت انجام بشه بین مردم افغانستان و ایران، که خیلی از نظر فرهنگی و عرشبت که تاریخی وابستگی های شدیدی با هم دیگه دارن، بخوان این کار رو انجام بدن و این از این آشوب بخوان که ماهی بگیرن، از این آب گلادور ماهی بگیرن. نظر شما چیه راجع به این مطالب؟ عرشبت خوب، هر دو دولت نیاز دارن که مردم رو یه جوری سرگرم کنن و چه چیزی بهتر از این که یک حس ناسیونالیسمی و دفاع از کشور، وطن، مذهب، مسلک، نژاد یا هر چیزی که مردم میتونن کورکورانه قبول کنن. و اینها دو حکومت دارن، دو حکومت ارتجاعی عقب مونده و افرادی هم که دور براشون هستن و بهشون اعتماد دارن هم از این طریق آدم هایی هستن که یه مقدار لومپنی فکر میکنن. مسئله پیش کشیدن مذهب خب بین تسنن و تشیع همیشه درگیری بوده، برادر کشی همیشه بوده. حالا سر قدرت نباشه که اساسش این صورت بوده، بعد تا سر تقسیم غنایم بوده که صحرای کربلا را میفته به همون دلیل، و جنگ های عشیره‌ای قبیله‌ای در این کشورها هم به این دلیل همیشه ادامه داشته. اما مسئله افغانستان گفته می شود که از زمان پیدایش حکومت جدید طالبان که 5-6 ماه ازش می گذره، شاید طالب خاطرم نیست، 800 هزار افغانی فقط به ایران اومدن و تعداد خیلی بیشتری هم رفتن پاکستان و کشورهای حوزه جغرافیایی هم مرز خودشون. بسیار از اینا که اومدن ایران قصدشون بوده که از راه ایران بیان ترکیه و بعد یه جورایی بیان به اروپا، که ترکیه یه دیواری ساخته و مانع شده. جریانی که در مشهد اتفاق افتاد که 3 تا آخوند رو بهشون حمله کردن به پای یک افغانی جوان 21-22 ساله گذاشتن که افغانستان مخالفت کرد، گفت نه همچی چیزی نبوده. بعد تا این توهم یا این شایعه پیش آمد که کار خود سپاه بوده یا یک کار ماموران نظامی خود رژیم بوده، چرا که این آخوندها باعث گسترش فحشا شدن و این آسیب رسونده به افراد خانوادی این نظامیان و اینا روی تعصبی که سر این مسئله داشتن انتقام گیری کردن از این آخوندهایی که ظاهراً تو این کار بودن، یعنی مسئول این برنامه بودن که زنهای مردم، دخترهای مردم رو
بیارن و صیغه کنن و فاحشهای به اسلامی اونجا را بیاندازن که افتضاحش خب همه جا دیگه پیچیده است. حالا این درست است یا اون چیزی که رژیم معتقده که این یک افغانی بوده و این کاری کرده ما نمیدونیم، ولی میدونیم که افغانی ها تحت ستمن، به سختی میتونن کار پیدا پیشون بدن، به سختی میتونن شناسنامه بگیرن، به سختی میتونن مدرسه برن بچه هاشون و به سختی اطمینان میتونن داشته باشن که تا چه زمانی در این کشور میتونن باشن و کی بیرونشون میکنن و کی ممکن است اذیتشون کنن یا دستگیرشون کنن به دلایل متعدد. این در واقع یک کاری هست که حکومت اسلامی با خود مردم ایران هم میکنه، حالا اون که افغانی باشه زبانش، فرهنگش، خصوصا مذهبش یه مقدار تغییر میکنه. حالا یک دلیل دیگه ای که به گمان من به اینها شناسنامه نمیده یا کار و تحصیل نمیذاره بکنن اینه که بتونه اینها را بسیج کنه در همین نیروهای فاطمیه و زینبیه و خیره و اینا که معمولا از اهالی پاکستان و افغانستان و غیره هستن و بفرسته مثلا سوریه و یا در خود ایران نگه داره برای درگیری احتمالی با مردم که از اینها برای سرکوب استفاده کنه. بله خواهش میکنم. بله یعنی درسته. بله جملتون تموم بکنی. خواهش نه همین تموم شد بفرمایید. بله من هم سر این موضوع بسیار مشکوک هستم که چه دست‌هایی میتونه این کارو کرده باشه، چون به صورت خیلی وسیعی این ویدیوها و عکس‌ها در سراسر ایران و حتی در کشورهای اروپایی منعکس شد. حالا از این موضوع که بگذریم، قسمت آخر دو دقیقه که مونده من راجع به این خبری که شنیدیم که میخوان پارک‌ها رو زنانه مردانه بکنن و عرشبت حضورتون که البته ممکنه تکذیب بشه، اگرم تکذیب بشه به خاطر اینکه میخوان تست بکنن، معمولا این کار رو میکنن، میان یه خبری رو به صورت شایعه انجام میدن و میرن. ولی از اون طرف ما نگاه میکنیم که الان روزخاری رو بسیار بسیار سخت گرفتن و میدونیم دوچرخه سواری برای خانم ها، موتور رو اینا براشون اجازه نمیدن، ولی همین خانم ها که اجازه ندارن برن به ورزشگاه در اتوبوس یا در تاکسی میتونن کنار هم بشینن با مردا، در سینما بغل هم میتونن کنار هم بتونن بشینن و یا در رستوران با هم باشن، ولی اصلا معلوم نیست که اینا واقعا چه کار میخوان بکنن. میخوام به حرف آخر برسم و قسمت یه دقیقه را که مونده بدم خدمت شما و اونی که ما تا کی باید تحمل بکنیم این جمهوری اسلامی رو؟ چرا مردم ما بر نمیخیزن؟ چرا بلند نمیشن؟ این واقعا زندگی نشد جناب رشیدیان، این چیزی که ما الان داریم در کشورمون میبینیم، مردم زندگی نمیکنن. در خدمت شما هستیم، یک دقیقه فرصت. بسیار خوب. ببینید حکومت اسلامی مثل بسیاری از رژیم های توتالیتر از فاکتور ترس استفاده میکنه. ترس هم یک احساسی است طبیعی در همه حیوانات، از اولین احساساتی است که انسان ها برای دفاع از خود، برای بقای خودشون در طبیعت داشتند و همیشه هم همراه دارند. تمام حیوانات، درخت ها، حتی گیاهان هم همه این عکس العمل رو در برابر یک خطر حس میکنن و نشون میدن. حکومت اسلامی هم این ترس رو به حد اعلا رسونده. هیچ کشور دیگه، حتی مثلا تو روسیه هم این ترس وجود نداره. 15,000 نفر رو گرفتن در روسیه زندانی کردن به خاطر اینکه اومدن گفتن جنگ به اصطلاح مانور نیست، جنگ واقعیه. ولی حکومت اسلامی 1,500 نفر رو در یکی دو روز کشت. وقتی اومدن گفتن که ما آزادی می‌خوایم، به اصطلاح یا قتل و یا سبلو کرد، آیا بردن از سوره معابده و فلان اینا. پس حکومت اسلامی برخلاف دیگر حکومت‌های توتالیتر می‌کشد، در قلب می‌زند، در سر می‌زند و این فاکتور بسیار سنگینی است بر دوش مردم ایران که باید شجاعتی خیلی مانند رستم و یا اسطوره‌های کهن ایرانی و یا یونانی داشته باشند که بیان در برابر اینا بتونن مقاومت کنن و این به هر حال به وجود میاد، چون این ترس رو میتونه انسان به جسارت تبدیل کنه. این در واقع بعدی یه سری از روانشناسان خارج از کشور هست که سعی کنن تلفیق کنن
این شهامت و این جسارت را که جانشین ترس بشود. مسلما این حکومت ها مثل حکومت الان روسیه اینا زبان زور میفهمند. تا زمانی که عقب نشینی میکنی اونا هی خشمگین تر و اون عقده ها و غریزه های رهبری در خود وجودشون بیشتر میشود. تنها پاسخ اونها این است که مبارزه کرد، قاطعانه ایستاد، جسارتشون داد و اطمینان داشت به آینده خود. بله، خیلی ممنون، صحبت های شما خیلی متینه. سپاسگزارم جناب رشیدیان که در امروز در باز هم در خدمتتون بودیم، استفاده کردیم. امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک هم باز هم همراه شما و دیگر دوستان در خدمت باشیم. درود به شما، درود به تمام بینندگان. مرسی. زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.